بچه ها چطورین؟ خیلی خوش اومدین، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با کار جدید رها و کوروش اینجاییم به اسم غریبه، از آلبوم فکر میکنم اینجا نوشته ریوایول، حالا نمیدونم که برای کیه این آلبوم، برای کوروش یا رها، ولی این کار هست 3 دقیقه و 11 ثانیه چنل رها داریم گوش میکنیم، احتمالا برای رها باشه، برای همین نمیدونستمش. احتمالا کوپرودیوسر MRMP و بیت پرودیوسر لیدر بیت 8B80 میذارم اینجا، همه کردیت ها رو میذارم که راحت بتونید بخونید. بریم که کار داشته باشیم. لایک و سابسکرایب و زنگولیتون نره، باعث دلگرمیه به شدت، و کامنت هم بذارید حتما که این کمک میکنه به رشد چنل. بریم که کار داشته باشیم. خب کار ویژوالایزه، ولی خب حالت موزیک ویدیو داره. اوکی ببینیم چیه. از این برا غریبه، یادم یکی بود میگفت اسمشو نیارم دیگه، فکر کردی من یادم میره، تنها ترینش نیستن آدم و شبیهت، ای تنها ترینش کریم. فکر میکنم کار با کورس شروع شد و من از رابطه های پیچیده بین اعضای وانتونز خبر ندارم، یعنی دیگه دستم در رفته، ولی یعنی که مثلا خطابی باشه اینا یا هر چیزی نمیدونم، ولی کار خیلی جالبیه، خصوصا اینکه گیتارش چقدر داره تأثیر گذار میشه توی این کار. این گیتاری که اون زیر از اون اول داره زده میشه با این بیس سنگین، خیلی خیلی داره باعث میشه که، یعنی هم به دلیوری آسیب نزده، بعض وقت بیس مثلا یه جوریه که تو نمیفهمی طرف داره چی میگه، ولی اینجا هم حتی کمک هم میکنه، یعنی نه تنها مزاحم نیست که داره کمک میکنه به جا. همه چی خیلی تنظیم و قشنگه، تنظیم کنندش کی بود که میکس مسترینگ دنی روز کارش خیلی باحاله، اینو خیلی دوست داشتم، تا اینجاش خیلی واضح و راحت بود و کمک میکنه. ببین وقتی توی کار عاشقانه خصوصا کار اینجوری راحت شنیده بشه، راحت اصلا تو نباید سختت باشه دلیور شدن توی کلمه رو فهمیدن، اصلا نباید برات سخت باشه، چون قراره که غرق بشی. حالا درسته که خود موزیک وایبش کمکت میکنه، ولی چون دلاخره داره کلام روی این کار هست، این خیلی مهمه که راحت بشنوی و راحت تأثیرش رو بگیری فقط. این پوان مثبت رو اینجا داره. تنها ترین عشق نیستن آدم و شبیهت، ای تنها ترین عشق فکری من یادم میره، بره بیا درکی نمیشه تو، خوابید روی تختت کی پیشه تو، اونا بهت کرد چی میشه گفت، یه رو رفت و خندید بریشه تو، بذار بیان ردشن کی به کیه، الان نشم تشم دیره دیگه، مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، هیچیمون مثل قبل هم دیگه نیکه، از سعی شده چرا اون دلت از تنهایی بگامون بده، نگامون گره میخواد چشمون بره، انقدر داد زدی ملکی با صدامون گرفت، میشه کشیدت با همه رنگا، هر جا میخوای بری برو من که میرم گا، رو برفا سر خوردم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا، هر جا میخوای بری برو من که میرم گا. ولی من خیلی داره خوشم میاد از این حالتی که چیدن، یعنی جواب هم دیگر دارن میدن، خیلی خیلی باحال کرده کارو. و بعضی وقتا هست که دو نفر توی سایدن، یعنی به یه نفری که جوابی نمیده دارن از یه ساید صحبت میکنن، ولی اینجا هر دوتا دقیقا تو ساید مخالف هم دیگر، و خیلی برام جالب میکنه، یعنی این برای من داره جالب میکنه کارو، که من ببینم که تو ادامه صحبتهای اینا به کجا میرسه، که الان خب جدا شدن دیگه، احساس میکنم کار اینجوریه که حالت لاو سد لاو چی بهش میگن، یه کاریه که غمگینه، کار عاشقانه غمگینیه از بیتش پیداست، و
این داره به من میگه که جلوتر میتونم چیزای جالبی بشنوم. میدونی این چیزایی که ناخودآگاه باعث میشه که احساس بهتری نسبت به کار داشته باشی. نمیشه با همه رنگا هر جا میخوای بری برو، من که میرم گا رو برفا سر خوردم لبه پرتگاه، رسیدی با سر به زنگا، ولی دیگه برامون دیره، دیدی چقدر زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما چرا شدن شبامون تیره. بذار بیان رد شن کی به کیه، مگه مثل قبلا دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چی شه. از این برا غریبه، یادم یکی بود میگفت اسمشو نیارم دیگه، بکری من یادم میره، تنها ترینش بسن آدم ها شبیه کوروش اینطوری یادم نیست اگه شنیده بودمش، ولی خیلی جالب، خیلی من انتظار یه ورس مثلا مثل جالبه انتظار داشتم رها اینطوری بخونه، ولی کوروش مثلا یه ورس رپی تر داشته باشه، برعکس شد و خیلی جالبه. اون اولش کانسپتی داشتن که حالت پینگ پونگی صحبت میکردن، این یه چیزایی میگفت اون جوابشو میداد، اینجا هم همونه ولی طولانی تره، یعنی یه تیکه رها گفت که تیکه داره کوروش جوابشو میده و خیلی جالبه. این کانسپت غریبه هم داره به دو تا احساس میده به آدم، یکی اون غریبه‌ای که میدونی یهو میاد دلتو میبره، یهو میاد یه غریبه‌ای که میاد یهو خیلی آشنا میشه، ولی یه غریبه دوم اینجا داره کوروش استفاده میکنه که اینجا میگه غریبه شدیم. این خیلی دوتا فاز خیلی 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 متضاده، همه با یک کلمه خیلی متضاده، یعنی اون حسی که بهت یه توی شعری مثلا میگه یه غریبه میاد و تو استخونت آشنا میشه باهات، اینجوری این یه حسی داره، و یه کسی که خیلی دیگه آشنا بوده باهات، خیلی میشناسی، احساس میکردی که بیشتر از خودت میشناسیش، یهو میاد از یه جوری میشه که تو میتونی بشه که غریبه ای، انگار اصلا نمیدونم درکت نمیکنم. این تعریف خیلی خیلی غمناک تره، میدونی کنار هم گذاشتنشون خیلی غمناک میکنه کانسپت کارو. چه قشنگی اینجاست، حالت زمزمه داره. من خیلی وقت بود اصلا از رها نشینده بودم، الان این کار رو نظر میرسه مال رها باشه، کار با هالیوود برای آلبومشه که حالا نمیدونم نوشته که تک آهنگ مثلا از این آلبوم، حالا بقیه آلبوم که میاد اینا نمیدونم، ولی کار با هالیوود این کار رو دوست داشتم. نظراتونو بنویسید دیگه، شما نظراتونو بنویسید، من همه چی رو گفتم توی طول شنیدن کار، نظراتونو بنویسید، شما بگید که نقاط مثبت یا منفی یا هر چی. من دوست دارم شما نظراتونو بنویسید به خاطر اینکه هم کمک میکنه به رشد چنل، هم من ارتباط نزدیک داشتن بیشتر باهاتون دوست دارم. اگه دوست دارید میتونید بیاید توی لینک خود، همیشه لینک ویدیوها یا موزیکایی که ریاکشن میریم و توی دیسکریپشن میذارم، زیر اون یا بالای اون نمیدونم یه جایی هم یا بالاش یا زیرش لینک کانال تلگراممون هم هست، اونجا میتونید بیاید صحبت کنیم راجع به هر چیزی که بخواید، هر چیزی میشه اونجا صحبت کرد، اونجا بیشتر وایسی جواب میدم، میگم چون دوست دارم بیشتر نزدیک باشم با بچه‌ها.
همین دیگه، خیلی عشقید، لایک و ساب و زنگوله و اینا رو بزنید دیگه، میدونید اینا بزرگترین دلگرمی منه و بزرگترین حمایتی که میتونم از طرف شما بگیرم همین دلگرمی هست. خیلی عشقید، مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. گود بای.